مایک پومپئو نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا و از اعضای کمیته اطلاعاتی مجلس که اعلام کرده میخواهد همراه با دو نماینده جمهوری خواه دیگر به ایران سفر کند تا از واقعیت امروز ایران از نزدیک باخبر شود، میگوید یکی از هدفهای این سفر آگاهی از روند برگزاری انتخابات پیشرو در ایران است. همکارم شهلا راسته گفتگوی داشته با مایک پومپئو. آقای پومپئو در این گفتگو یادآور شده که انتخابات مجلس و خبرگان رهبری فقط یکی از موضوعهای مورد توجه این سه نماینده جمهوری خواه در سفر به ایران است. The list is pretty long, but it begins with the idea that I and Mr. Lobiondo and Zeldin were critics of the Iran deal. فهرست آنچه که می‌خواهیم انجام دهیم بسیار طولانی است، اما از این ایده شروع می‌شود که ما از منتقدان توافق هسته‌ای هستیم. این توافق به هر حال صورت گرفته، اما کار دشوار اجرای آن است و ما می‌خواهیم مطمئن شویم ایران عملاً آنچه را که تعهد کرده است انجام می‌دهد و به قول‌های خود پایبند است. همچنین می‌خواهیم روند انتخابات را مشاهده کنیم، زیرا مسیر ایران را در سال‌های آتی تعیین خواهد کرد. می‌خواهیم ببینیم آیا انتخابات واقعاً آزاد و عادلانه است. لیزلدین و فرانک لوبیاندو دو نماینده جمهوری‌خواه دیگری هستند که همراه با آقای پومپئو برای دریافت ویزای سفر به ایران و تکمیل و ارائه فرم‌های مورد نیاز هفته گذشته به دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن رفتند، اما می‌گویند که هنوز جوابی دریافت نکردند.